سرتیتر خبرها. یک زوج ایرانی به اتهام همکاری با سپاه و برنامه ریزی برای حمله به یهودیان از سوئد به ایران دیپورت شدند. شماری از روزنامه‌نگاران رسانه فردای اقتصاد بعد از 14 ساعت حبس در محل کار آزاد شدند. بعد از انتشار تصاویر جنجالی کاندیدای مجلس شورای اسلامی، وی در یک استوری اینستاگرامی اعمال خود را تکذیب کرد و تصاویر منتشر شده را کار تکنولوژی روز دانست. سرتیپ دوم کوروش بازیار، فرمانده یگان امداد شیراز، کشته شد. ورزش مختلط زنان و مردان در پارک های مشهد ممنوع شد. منابع خبری غیر رسمی از بازداشت سه فعال مدنی در شهرهای ارومیه، اردبیل و رشت در روز سه‌شنبه خبر دادند. ویتنی رایت، بازیگر فیلم‌های پورن، با انتشار چند استوری در حساب اینستاگرامش با آنچه در طول روزهای گذشته درباره او گفته شد واکنش نشان داد. آمریکا میگوید حملات عراق و سوریه ضروری بود و بنا به قانون دفاع از خود انجام پذیرفت. اسرائیل میگوید حملات خود به رفح، شهری مملو از آوارگان جنگ زده را تشدید خواهد کرد. سازمان ملل نگرانی ها درباره سفر ندا ناشف به ایران را رد کرد. یک سخنگوی حوثی ها صبح سه‌شنبه اعلام کرد که این گروه تحت حمایت حکومت ایران در تازه ترین اقدامش به دو کشتی در دریای سرخ موشک شلیک کردند. به دنبال حمله مسلحانه به دادگاهی در ترکیه، دو مهاجم کشته و 6 تن زخمی شدند. و یک ابر زمین در فاصله تنها 137 سال نوری از زمین کشف شد. درود به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 6 فوریه 2024 میلادی برابر است با 17 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. رادیو سوئد در گزارشی تحقیقی اعلام کرد که یک زوج ایرانی بعد از برملا شدن طرح آنها برای ترور سه شهروند یهودی در سوئد در سال 1400 به ایران دیپورت شدند. این دو تن که فرشته استانهی پر و مهدی رمضانی نام داشتند، سال 2015 با هویت جعلی و به عنوان مهاجران افغانستانی وارد سوئد شدند. به گزارش رادیو سوئد، درخواست پناهندگی این زوج در سال 2017 مورد پذیرش اداره مهاجرت سوئد قرار گرفت. این افراد از طرف سپاه پاسداران مأموریت داشتند تا سه شهروند یهودی از جمله رئیس انجمن یهودیان شهر استکهلم را هدف حمله قرار بدهند. یکی از این سه هدف دارای تابعیت آمریکایی است. نیروهای امنیتی سوئد این زوج را بعد از افشای هویت اصلیشان دستگیر کردند، اما این دو تنها بعد از سپری کردن 8 ماه در بازداشت در اسفندماه سال 1400 به ایران دیپورت شدند. به گفته یه رادیو سوئد، آمریکا در آن زمان درخواست استرداد این دو تن را به استکهلم ارائه کرده بود. در گزارش رادیو سوئد آمده که مهدی رمضانی با نام جعلی فؤاد ملکشاهی به سوئد مهاجرت کرده است. در سال 2016 و یک سال پیش از آن که این زوج مجوز اقامت در سوئد را دریافت کنند، دو منبع ناشناس به اداره مهاجرت این کشور اطلاع دادند که فؤاد هویت اصلی خود را پنهان کرده و در حقیقت یک ایرانی است. این منابع ناشناس فؤاد را دارای خطرات بالقوه معرفی کردند و گفتند که او در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عضویت دارد. اداره مهاجرت سوئد به دلیل بی‌توجهی به این هشدارها مورد انتقاد قرار گرفته است. بامداد سه‌شنبه 17 بهمن ماه، شماری از روزنامه‌نگاران رسانه فردای اقتصاد بعد از حدود 14 ساعت حبس در تحریریه به وسیله ماموران امنیتی از ساختمان خارج شدند. 6 تن از اعضای تحریریه از جمله سردبیر و معاون او همچنان داخل ساختمان محبوسند. مهدی افشارنیک، خبرنگار اقتصادی، هم بازداشت شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بازداشت این روزنامه‌نگار اقتصادی و بازداشتی از محل سایت خبری فردای اقتصاد هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.
در واکنش به این بازداشت گروهی از خانواده‌های خبرنگاران دنیای اقتصاد مقابل ساختمان این رسانه در حوالی میدان آرژانتین تجمع کردند. بعد از انتشار تصاویر جنجالی منتسب به فردی که گفته می شود پیشتر رئیس پلیس امنیت عمومی آستارا بوده، این فرمانده ارشد نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی و کاندیدای کنونی مجلس شورای اسلامی در یک استوری اینستاگرامی اعمال خود را تکذیب کرد و تصاویر منتشر شده را کار تکنولوژی روز دانست. کانال تلگرامی رادیو گیلان که تابستان گذشته تصاویر رسوایی اخلاقی و رابطه جنسی رضا ثقتی مدیرکل پیشین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با یک مرد دیگر را منتشر کرده بود، 16 بهمن ماه ویدیویی از ارتباط جنسی مجازی زن و مردی را منتشر و ادعا کرد که مرد حاضر در این ویدیو شخصی به نام سرهنگ یاسر دقیقی است که پیشتر ریاست پلیس امنیت عمومی آستارا در استان گیلان را بر عهده داشته و اکنون از سوی ائتلاف حامیان ولایت کاندیدای نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه رش و خمام شده و در حال تبلیغ برای جمع‌آوری رأی است. یاسر دقیقی اما 17 بهمن ماه در واکنش به این اتهام در یک استوری اینستاگرامی مدعی شد که فیلم کذایی منتسب به او با تکنولوژی روز ساخته شده و سازندگان به سزای اعمال خود خواهند رسید. او در این استوری انتشار این فیلم را کار افراد معاند و منافق با معلوم الحال دانست و نوشت که این افراد با انتشار این ویدیوی ساختگی قصد دارند که مردم را از حضور حداکثری در انتخابات اسفند ماه مایوس کنند. یاسر دقیقی ضمن تکذیب شدید ویدیوی منتشر شده تاکید کرد که منتشر کنندگان ویدیو را به سزای اعمال پلیدشان خواهد رساند و از مردم هم دعوت کرد تا در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مشارکت پرشوری داشته باشند. یاسر دقیقی متولد سال 1360 است و در حساب رسمی اینستاگرام و بنرهای تبلیغات مجازی انتخاباتی مجلس شورای اسلامی خود را بدون اشاره به رشته تحصیلی دکتر معرفی کرده است. مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که سرتیپ دوم کوروش بازیار فرمانده یگان امداد شیراز بامداد امروز شنبه 17 بهمن ماه کشته شد. خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس نوشت ساعت 4 صبح امروز 17 بهمن ماه واحدهای گشت انتظامی به سرپرستی سرتیپ دوم کوروش بازیار فرمانده یگان امداد شیراز حین گشتزنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نسان حامل بار مشکوک شده و دستور ایست می دهد که راننده بدون توجه اقدام به فرار می کند. به گفته پلیس فارس، ماموران پلیس بعد از طی مسافتی تعقیب و گریز اقدام به تیراندازی به لاستیک وانت کرده و آن را متوقف می کنند، اما هنگام بازرسی وانت یک سواری پژو که به گفته پلیس اسکورت محموله بوده با سرعت زیاد به کوروش بازیار برخورد کرده و او را به شدت مشروح می کند و سپس متواری می شود. این فرمانده یگان امداد پلیس شیراز با وجود انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات فوت می کند. فرمانده انتظامی استان فارس از بازداشت فردی که سرتیپ دوم کوروش بازیار را زیر گرفته خبر داده و گفته است که این فرد به همراه دو تن از همدستانش که در فراری دادن متهم مشارکت داشتند دستگیر شدند. برخی روزنامه‌نگاران از استان خراسان رضوی خبر دادند که ورزش مختلط زنان و مردان در پارک‌های این استان به ویژه شهر مشهد به شکل رسمی ممنوع شده است. سعید کوشافرد یکی از این روزنامه‌نگاران به نقل از علیرضا تاشفیروز مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت از این پس زنان و مردان باید در پارک‌ها جدا ورزش کنند تا نگاه نامحرم متوجه زنان نشود. تاشفیروز مهماه امسال هم به ورزشکاران هشدار داده بود که صفحاتشان در شبکه‌های اجتماعی رصد می‌شود. او گفته بود اینجا شهر امام رضاست و باید همه چیز ما در شأن آن باشد. در این رابطه باید به سمت سالم‌سازی باشگاه‌ها و هیئت‌های ورزشی حرکت کنیم. اگر فردی یا باشگاهی به سمت تخلفات اینچنینی برود، با برخورد جدی ما روبرو خواهد شد. به گفته یه مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی این ممنوعیت به صورت مکتوب اعلام نشده است.
برندگان هشمند در این لحظه توجه شما را به پایگاه بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز نهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس. 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. منابع خبری غیر رسمی از بازداشت سه فعال مدنی در شهرهای ارومیه، اردبیل و رشت در روز سه‌شنبه 17 بهمن ماه خبر دادند. علت بازداشت این شهروندان اعلام نشده است. بنابر گزارش های منتشر شده در رسانه های اجتماعی، سالار طاهر افشار، شهروند ساکن ارومیه، صبح سه‌شنبه توسط ماموران اطلاعات سپاه مرکز استان آذربایجان غربی همراه با ضرب و شتم بازداشت شد. از محل بازداشت او اطلاعی در دست نیست. همچنین گزارش‌ها حاکی از بازداشت مرتضی پروین، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین در اردبیل و توقیف برخی لوازم شخصی وی است. از نهاد بازداشت کننده علت بازداشت و محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. علاوه بر این، برخی منابع خبری اعلام کردند که ودود اسدی، فعال ملی و زندانی سیاسی سابق، هم ظهر سه‌شنبه توسط ماموران اطلاعاتی در خانه خود در رشت مرکز استان گیلان بازداشت شده است. علت بازداشت ودود اسدی هم روشن نیست. ویتنی رایت، بازیگر فیلم های پورن که انتشار تصاویرش از سفر به ایران واکنش های بسیاری را به دنبال داشته، با انتشار چند استوری در حساب اینستاگرامش به آنچه در طول روزهای گذشته درباره او گفته شده واکنش نشان داد. در یکی از این استوری ها او توییت های کاربری ایرانی را بازنشر کرده که از مدافعان سفر او به ایران است. این کاربر نوشته است که ناراحتی منتقدان خانم رایت از سفر او به ایران سه دلیل عمده دارد. اول اینکه او ستاره پورن است، دوم اینکه مدافع فلسطین است، و سوم اینکه ایدئولوژی طرفدار تحریم و مداخله‌گر مخالفان جمهوری اسلامی را تایید نمی‌کند. این ترکیب برای آنها خطرناک است. ویتنی رایت در یک استوری مستقل نوشت: تعجب می‌کنم از طرفداران زن زندگی آزادی که می‌گویند زن باید در استفاده از بدنش آزاد باشد، اما وقتی که یک زن آزادانه از بدنش استفاده می‌کند، او را مسخره می‌کنند. این ستاره فیلم‌های پورن در روزهای گذشته تصاویری از خود در ساختمان سفارت پیشین آمریکا در تهران به اشتراک گذاشت و بدون اینکه به سوالات رسانه‌های بین‌المللی در زمینه سفرش پاسخی بدهد، در صفحه اینستاگرام خود نوشت که سفارت پیشین آمریکا در تهران محلی است که باید از آن بازدید می‌کرد. مسیح علی نژاد، فعال مدنی، در پاسخ به استوری ویتنی رایت در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ویتنی رایت، پورن استار آمریکایی،
به زادگاه من یعنی ایران آمده است، سرزمینی که در آن زنان به خاطر نپوشاندن موهایشان کشته می شوند. ویتنی چندین عکس از خودش به صورت کاملا پوشیده در اینستاگرام منتشر کرده است. او در یک پست خود من را جنگ طلب خوانده و به زنان گفته است اگر به قانون احترام بگذارید در ایران در امان خواهید بود. زنان ایرانی نمیخواهند از قانون تبعیض‌آمیز تبعیت کنند. روزا پارکس در برابر قوانین نژادپرستانه در آمریکا ایستاد و به نماد مقاومت تبدیل شد. ما زنان ایران میخواهیم مانند روزا پارکس باشیم، نه ویتنی رایت. و اتفاقا جنگ طلبان واقعی ماموران جمهوری اسلامی هستند، کسانی که شما را میکشند و اعدام میکنند تنها اگر بخواهید خودتان باشید. رابرت وود، معاون نماینده دائم آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، روز دوشنبه با رد ادعاهای نماینده روسیه درباره حمله آمریکا به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه گفت این حملات ضروری بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، در جلسه شورای امنیت که به درخواست روسیه تشکیل شد، نماینده آمریکا گفت در تاریخ دوم فوریه و به دستور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، ایالات متحده حملاتی را علیه نیروهای نیابتی سپاه پاسداران در روسیه و عراق انجام داد که این عملیات ضروری، متناسب و بنا به قانون دفاع از خود ماده 51 منشور سازمان ملل انجام شده است. معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل یادآور شد که کمتر از یک هفته پیش در حملات 28 ژانویه به پایگاه نظامی برج 22 در اردن و در نزدیک مرز مشترک با سوریه که ماموریت مبارزه با داعش را بر عهده دارد، 3 سرباز آمریکایی کشته و حدود 40 سرباز دیگر مجروح شدند. حملات هولناکی بود که غیر قابل قبول است و نمیتواند ادامه یابد. رابرت وود در واکنش به ادعای روسیه تاکید کرد که مسکو بر اساس یک پیش‌فرض نادرست این جلسه شورای امنیت را درخواست کرده و میگوید آمریکا توجیه حمله به سوریه و عراق نداشته، در حالی که این حملات بر اساس قوانین ملی آمریکا ضروری و متناسب ارزیابی می‌شود. همزمان با تازه‌ترین سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه، اسرائیل میگوید حملات خود به رفح، شهری مملو از آوارگان جنگ زده را تشدید خواهد کرد. آنتونی بلینکن که اکنون وارد قاهره شده، هدف از سفرش را تلاش برای برقراری آتش بس اعلام کرده است. این در حالی است که گزارش‌هایی از اختلاف در رهبری حماس در خصوص پیشنهادهای مرتبط با آتش بس در جنگ منتشر شده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، به عنوان بخشی از تازه‌ترین تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در غزه و پایین آوردن تنش‌های گسترده در خاورمیانه، دیروز هم به عربستان سعودی سفر کرد. وی قرار است که بعدتر به تل‌آویو و کرانه باختری اشغالی برود. در همین حال اسرائیل اعلام کرد که به مرحله بعدی حمله زمینی خود، یعنی هدف قرار دادن شهر شلوغ و مملو از پناهجویان در جنوب رفح، ادامه می‌دهد. یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، دوشنبه گفت که جنگجویان حماس که در رفح مخفی شده اند به پایان راه رسیدند. سازمان ملل میگوید که پناهجویان همچنان از مناطق دیگر به سوی رفح راهسپار شدند. مقامات محلی هم میگویند که اکنون بیش از نیمی از جمعیت غزه در این شهر زندگی نمی کنند. حماس تاکنون در خصوص مذاکرات درباره آتش بس احتمالی اظهار نظری نکرده است. پیشتر گزارش هایی از انشعاب و اختلاف در رهبری این گروه منتشر شده بود. گفته می شود که یکی از موانع اصلی طولانی شدن فرایند مذاکرات درباره آتش بس، موضع حماس و نقش این گروه در آینده غزه است. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد تایید کرده است که ندا ناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر، روز جمعه وارد ایران و روز دوشنبه از این کشور خارج شده و با مقامات دولتی زیرب، مقامات قضایی و شرکای سازمان ملل دیدار و گفتگو کرده است. راوینا شمداستانی گفته است که از نگرانی‌های گروه‌ها و فعالان حقوق بشری درباره سفر ندا ناشف به ایران آگاه است، اما اطمینان می‌دهد که این سفر مورد سوء استفاده و تبلیغات جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت. به گفته او، تعامل مستقیم و سطح بالا با مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی ابزار بسیار مهمی برای پیگیری توصیه‌های کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل، از جمله گزارشگران ویژه و مأموریت مستقل گروه حقیقت‌یاب درباره نقض حقوق بشر در ایران است.
بینندگان عزیز بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دریافت سریع اقامت کارادا با برنامه استارتاپ قابل توجه کلی افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و تسلط به زبان انگلیسی در حد آیلتس 5. من دکتر اشکان عالمی، مدیر عامل شرکت عالمی گروپ، و من آرمان عالمی، وکیل رسمی دادگستری در اونتاریو و بریتیش کلمبیا، راه شما را برای رسیدن به اقامت دائم در کانادا همراه می‌کنیم. با ما تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. یک سخنگوی حوثی ها صبح سه‌شنبه اعلام کرد که این گروه تحت حمایت حکومت ایران در تازه ترین اقدامش به دو کشتی در دریای سرخ موشک شلیک کردند که به یک کشتی باری که در سواحل حدیده یمن در حرکت بود خسارت جزئی وارد شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حوثی ها از اواسط نوامبر سال گذشته کشتی های تجاری را با پهپاد و موشک در دریای سرخ هدف قرار دادند و این اقدامات را به عنوان همبستگی با فلسطینی ها علیه اسرائیل در جنگ غزه توصیف می کنند. سخنگوی نظامی حوثی ها گفته است که موشک های این گروه به سمت دو کشتی مورنینگ تاید و استار نیژیا شلیک شد که به ادعای آنها انگلیسی و آمریکایی بودند. این در حالی است که این کشتی ها با پرچم جزایر مارشال و باربادوس در حرکت بودند. طبق اعلام شرکت آمبری که یک شرکت امنیت دریایی بریتانیایی است، هیچ تلفاتی گزارش نشده و این کشتی بعد از چند مانو به سفر خود ادامه داده است. علی یلکایا، وزیر کشور ترکیه، با انتشار بیانیه‌ای در شبکه ایکس از حمله دو مهاجم در ساعت 11:46 دقیقه صبح به کاخ دادگستری استانبول خبر داد. وزیر کشور ترکیه میگوید که دو مهاجم این حمله تروریستی در تیراندازی کشته و 6 تن از جمله 3 مامور پلیس زخمی شدند. به گفته وزیر کشور ترکیه، مهاجمان یک زن و یک مرد وابسته به گروه جبهه آزادی بخش انقلابی خلق بودند. وزیر دادگستری گفته است که دادستان‌ها تحقیقاتی را در مورد این حمله آغاز کردند.
سازمان فضایی آمریکا ناسا سیاره فراخورشیدی جدیدی را رصد کرده که در یک منطقه قابل سکونت در منظومه ستاره‌ایش می‌چرخد و نسبتاً نزدیک به ما تنها در فاصله 137 سال نوری از زمین قرار گرفته است. این سیاره که TOI 715B نامگذاری شده قطعی تقریباً 1.5 برابر بزرگتر از زمین دارد و به دور یک ستاره کوچک و قرمزگون در گردش است. حضور سیاره در منطقه قابل سکونت منظومه ستاره‌ای این دمای مناسب را در اختیار آن قرار می دهد تا بتواند آب را به حالت مایع بر روی سطح خود داشته باشد، امری که عنصری کلیدی برای تشکیل حیات به شمار می رود. به دلیل فاصله کوتاهی که این ابرزمین از ستاره مادرش کتوله قرمزی کوچکتر و سردتر از خورشید ما دارد، یک سال برای این سیاره برابر با 19 روز زمینی است. ناسا گفته است که با توجه به اطلاعات موجود، سامانه ستاره ای کتوله قرمز میتواند سیاره کوچکتر و مشابه زمین را هم در دل خود جای داده باشد. این سیاره در صورت تایید نهایی کوچکترین سیاره منطقه قابل سکونتی خواهد بود که تاکنون کشف شده است. بینندگان عجمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. بذار کارو خوش رو براتون آرزو میکنم.